سرخط خبرها و مهمترین ها، شلیک افراد طالبان بر بودای بامیان، حداقل 200 طالب در خوست کورس نظامی را سپری نمودن، چین میزبان سومین نشست وزرای خارجه همسایگان افغانستان می شود. در پایان، امرالله صالح مسئول کشتار اجساد در داخل کانتینر را فاش کرد. به نام خداوند مهربان و با عرض سلام به یک از دیگر از ویدیوهای کانال جندال انفو خوش آمدید. لطفاً تا آخر ویدیو با ما باشید. نوار ویدیوی منتشر شده که در آن افراد گروه طالبان بر بودای بامیان شلیک میکنند. با گزارش اسپوتنیک، صفحه تویتری بامیان با نشر این ویدیو نشان میدهد که طالبان بر بودای بامیان فایر میکنند. پیکره های بودا 20 سال پیش از سوی طالبان منفجر شده بود. پیش از این در مراسم یاد بود از 20 سالگی انهدام این دو مجسمه بزرگ جهان، فرهنگیان و فعالان حقوق بشر این رویداد را جنایت هولناک توصیف کرده و خواهان مجازات مرتکبان این جنایت شدند. وزارت اطلاعات فرهنگ در 20مین سالگرد تخریب تندیسهای بودا توسط گروه طالبان این رویداد را بزرگترین جنایت فرهنگی قرن عنوان کرده است. حداقل 200 طالب در خوست کورس نظامی را سپری نمودند. خبرگزاری باختر: حداقل 200 ستیزجوی جنبش رادیکال طالبان که قدرت را در افغانستان به دست گرفتند به عنوان بخشی از ایجاد ارتش جدید در ولایت خوست در شرق این کشور تحت آموزش نظامی قرار گرفتند. با گزارش اسپوتنیک، طبق طرح ایجاد اردوی جدید، 200 سرباز امارت اسلامی افغانستان از مرکز آموزش نظامی در ولایت خوست فارغ شدند. با گزارش الجزیره، در 23 اکتبر محمد یعقوب مجاهد که به سمت وزیر دفاع در کابینه موقت طالبان منصوب شد گفت که این جنبش روند تشکیل اردوی افغانستان را آغاز کرده و قصد دارد تا با تسلیحات مدرن با آن کمک کنند. گفته شده است که فعلا علائم تشکیل اردوی طالبان در چندین منطقه افغانستان از جمله در ولایت‌های خوست و ننگرهار در شرق این کشور مشاهده می شود. خاطر نشان می شود که حدود 400 تن از نیروهای تندرو در شمال ولایت بلخ اولین مرحله آموزش اردوی جدید را سپری نمودند. بعد از آن که امریکا در بهار سال جاری اعلام کرد که نیروهای مسلح خود را از آنجا خارج می کند، طالبان عملیات گسترده را برای برقراری کنترل در افغانستان آغاز کردند. در 15 اگست رادیکال ها بدون درگیری وارد کابل شدند و رئیس جمهور اشرف غنی افغانستان را ترک کرد. در 6 سپتامبر طالبان از برقراری کنترل بر تمام خاک افغانستان و در 7 سپتامبر ترکیب دولت موقت را اعلام کردند. چین میزبان 30مین نشست وزرای خارجه همسایگان افغانستان می شود. وزارت امور خارجه ایران گفت چین میزبان 30مین نشست وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان خواهد بود. با گزارش اسپوتنیک، سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه 10 عقرب در یک نشست خبری از برگزاری 30مین نشست وزرای خارجه همسایگان افغانستان به میزبانی چین خبر داد. او نشست تهران درباره وضعیت افغانستان را هم موثر خواند و گفت که بیانیه پایانی دستاورد این نشست بود. پیشتر وانگ یی وزیر خارجه چین اعلام آمادگی کرده بود که چین می تواند میزبان دور دیگر نشست های همسایه افغانستان باشد. دومین نشست همسایه های افغانستان به اضافه روسیه 2 هفته پیش در تهران برگزار شد و در آن وزرای خارجه کشورها در بیانیه مشترک خواستار تشکیل دولت فراگیر و مبارزه با تروریسم در افغانستان شدند. آنان از طالبان خواستند که نگذارند تهدید از افغانستان متوجه همسایه ها شود. امرالله صالح مسئول کشتار اجساد در داخل کانتینر را فاش کرد. معاون سابق رئیس جمهور افغانستان طالبان را به کشتن سربازان زخمی افغان در شفاخانه های کابل متهم نمود.
با گزارش اسپوتنیک، امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور سابق افغانستان طالبان را به کشتن سربازان زخمی افغان در شفاخانه های کابل متهم کرد. صالح روز دوشنبه در تویتر نوشت یک کانتینر با بقایای اجساد در نزدیکی یک شفاخانه نظامی در کابل بقایای سربازان مجروع دولت افغانستان که پس از 15 اگست که توسط طالبان قتل عام شدند پیدا شده است. روز یک شنبه قاری فسیح‌الدین استردرسیز طالبان در گفتگو با باشندگان ولسوالی بهارک ولایت بدخشان گفت که یک کانتینر با اجساد سربازان افغان در نزدیکی شفاخانه محمد داود خان در کابل پیدا شده است. فسیح‌الدین حکومت اشرف‌غنی را متهم کرد که اجساد سربازان کشته شده به بستگانشان تحویل داده نشده است. کمک های چین به افغانستان ادامه دارد. چین یک دسته دیگر از کمک های بشردوستانه به افغانستان فرستاد. با گزارش اسپوتنیک، شبکه تلویزیون طلوع نیوز خبر داده است که یک دسته دیگر از کمک های بشردوستانه چین به افغانستان ارسال می شود. گفته شده است که همین اکنون این محموله در حال ترانزیت است که شامل پتو و لباس گرم و همچنین هدیه می باشد. در پایان ماه سپتامبر مقامات چینی در حال ارسال تدارکات بشردوستانه به افغانستان بودند و همچنین از تخصیص 200 میلیون یوان که حدود 31 میلیون دلار غذا و هدیه و همچنان 3 میلیون دوز واکسین کووید 19 خبر داده است. طرف چینی بارها نسبت به وضعیت انسانی در آن کشور ابراز نگرانی کرده است. در ارتباط با این رویدادها و خامت سره وضعیت اقتصادی در افغانستان مشاهده می شود، افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت ثبت می شود. صدها نفر بیکار شدند و فعالیت‌های مالی به شدت کاهش یافته است. وضعیت بسیار دشوار در بخش مراقبت‌های طبی ایجاد شده است. کمبود شدید متخصصین، هدیه و تجهیزات طبی وجود دارد. جنبش طالبان پس از اعلام تصمیم امریکا برای خروج نیروهای مسلح خود از افغانستان در بهار امسال عملیات گسترده را برای ایجاد کنترل بر افغانستان آغاز کرد. در 15 اگست رادیکال ها بدون درگیری وارد کابل شدند و رئیس جمهور اشرف‌غنی رئیس جمهور افغانستان افغانستان را ترک کرد. در 6 سپتامبر طالبان از برقراری کنترل بر تمام خاک افغانستان و در 7 سپتامبر ترکیب دولت موقت را اعلام کردند. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شبتان خوش.